خب قیمت یورو، قیمت پوند، دلار، ین، یوان، حتی نیکل در انبار بورس فلزات لندن، هر اونس پلاتین، هر تو میلگرد، واقعا قیمت هر بشکه نفت خواب برند در دریای شمال. بولمول داری؟ بابا کاری نداشته باشه، بیا هرچی تو که فهم برداری مال شما. چیه خانم شیرزاد؟ منم ناصر. چیزای برزشی دارم، یه دونه خطکش برای مواقعی که میخوام اندازه گیری کنم، یه دونه خودکار برای مواقعی که میخوام بنویسم، سه تا بلیت مترو، یه دونه گوشی دکتری برای اینکه حواسم باشه که محل کارم کجا ساختمون پزشکانه. آخه میدونین من هنوز بعضی وقتا میرم همون رستوران قبلیه که کار میکردم. پفک برای مواقعی که بدنم به پفک احتیاج داره بفرمایید. خواهش میکنم. بعد اینم عکس کتی خانومه، زیرش عکس نازنی خانومو چسبونم که یادم باشه که اول کتی خانوم بودم بعد نازنی خانوم اومدن. و اما عکس 3x4 خودم برای اینکه یادم نره کی بودم، از کجا شروع کردم و الان تو چه جایگاهی وایسادم. بعد یه دونه حلقه برای مواقعی که خواستم ازدواج کنم، یه جفت کفش بچگونه برای موقعی که ازدواج کردم بعد خواستم بچه دار بشم، بچه‌م خواست باش بدو بدو بکنه، تاتی 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 تاتی. یه دونه کاسه برای مواقعی که به کاسه احتیاج داشتم و یه دونه سیگار که اگه یه وقت کسی ازم خواست سیگاری کرد بهش تعارف بکنم، اگه دیدم سیگار میکشه باهاش ازدواج نکنم، پیشنهادش رو رد بکنم. و یه دونه سویچ ماشین قشنگه، البته ماشین ندارم و اینو گرفتم که بعدن که ماشین خریدم آویزون کنم به سویچ ماشینم. خاک سیاه خانم شیرزاد. حالا هرچی، شما هم توی این موقعیت به جای که بیاین به داد من برسید دارید غلط املایی از من میگیرید. بالاخره چی شد؟ قیمتو در آورد. تو اینجا چیکار میکنی؟ این آقا یک سری اشرار آورده که دار و ندار زندگی من از چنگم در بیاره. ناصر اشرار آورده. اشرار چیه؟ تو چرا حرف اینو باور میکنی؟ من دیدم داره قیمت پوند و دلار و نفت خام و اینا رو میگیره. ای با آقای دکتر داشت یادم میرفت. بفرمایید اینا. بفرمایید. بده من ببینم این چیه. خانم شیرزاد من به شما گفتم قیمت سکه رو درآر که من بدونم مزنه چقدر. شما قیمت میلیگرد برای من نوشتی؟ بله دیگه، شما خودتون گفتین که از دوستم که منشی بورس قیمت بگیرم یادتون رفت. آخه این چیه خانم شیرزاد؟ من به شما گفتم قیمت سکه رو بگیرید که من هر ماه بابت مریه یه سکه به کتی بدم، شما قیمت نیکل برای من گرفتین. شما مثل که متوجه نیستین، به هر حال شاخص‌های اقتصادی روی همدیگه تاثیر میذارن، ولی این دلیل نداره که بعدتون پاشه بیاد اینجا بخواد تمام اموال من از چنگم در بیاره. چی میگه؟ بابا چرت و پرت داره میگه، تو اینو نمیشناسی؟ یه چیزی بهش میگم آه، شما پرش داری بیای اینجا به من میگه پول مول داری؟ بله، اومدم اینجا دیدم این خانوم شستیر داره آمار میگیره. خب فکر کردم یه پول خابیده افتاده یه جایی داری بیای سرمایه گذاری کنی. سرمایه گذاری؟ بله، من خبر نداری. چی؟ باید بالای دکتر سهرابی رو گرفتم، بدن سازیش کردم. باید بالای دکتر سهرابی رو تو کرایه کردی؟ کی؟ همین نیم ساعت پیش. پس چرا به من چیزی نگفتی؟ البته خب بعدم نیست دیگه، به من گیر نمیدن. همین دیگه، اومدم بهت بگم جا از من، نرم افزار از من، سرمایه از تو. سرمایه؟ آره دیگه، آخه 4 تا تیر تخته باید بگیریم بریزیم اون تو کار بکنی یا نه. بده یه 30 میلیون فعلا. 30 میلیون مرد حسابی، من یه سکه هر ماه میخوام بدم به کتی، از اول ما استرس دارم. 30 میلیون چی؟ نمیدی؟ ندارم. نمیدی؟ ندارم. باشه باشه، یادت باشه خانم شیرزاد، شما شاهد باشین ها، من به همه پیشنهاد دادم، همه گفتن نه. نه هنوز به من پیشنهاد ندادین. چرا خانم، همین الان به شما پیشنهاد دادم. بهتون میخندم پرو میشین ها، من فعلا قصد ازدواج دارم، قصد ادامه تحصیل ندارم. گفتم دارم. بله. نخیر منظورم بود که قصد ازدواج ندارم، قصد ادامه تحصیل دارم. بابا این دیوونه. بهتون گفت دیوونه. چه جوری میذارین برادرتو اینجوری باهاتون حرف بزنه؟ خانم شیرزاد قیمت سکه رو در بیارید خانم. بله. سلام گلاره جون، قیمت سکه رو بده لطفا.
خانم من چند بار به شما بگم تا حالا شده یه کاری رو درست انجام بدید؟ چرا حواستون رو جمع نمی کنید خانم؟ شده؟ از خانم بپرسید. نازنین زنگ زده اینجا میگه کتی خانم اینجاست، بعدن زنگ بزنید. ای آقای دکتر، مگه خودتون نگفتین همسر فعلی آقای دکتر بهترین نفر همسر سابقشون زنگ میزنن اینجا؟ بله من گفتم، ولی شما الان به من میگین همسر سابق آقای دکتر کی هستن؟ یه لحظه اجازه بدین. نازنین خانم. نه خیر، کتی خانم. وای ببخشید، اون لحظه هم یه چیزی شد همینجوری یادم رفت اشتباه شد. واقعا که نه دیگه، الان حواسم رو جمع میکنم که اشتباه نکنم. کتی خانم همسر فعلی سابق. خانم سابق. آه ببخشید، اصلا یه کاری میکنیم، الان من یه شعر میسرایم که دیگه اصلا یادم نره. اون که قدش بلنده به افشار دل نبنده، اون که قدش کوتاهه الان باهاش همراهه. نازنین کوتاه نازنین فعلی. ببینم حالا مگه طوری شده. طوری شده؟ نازنین عصبانی زنگ زده با من دعوا کرده. قیافت دیدنی بوده موقع. تو چرا اینجوری میکنی؟ چجوری میکنم؟ چرا جدی نمیگیری؟ داری به بیچارگی من میخندی؟ نه خیر، من دارم به قیافت میخندم. نه خانم شیرزاد. خانم شیرزاد تو حالیت نیست، تو زن نداری. نازنین میخواست از پشت تلفن خفم کنه. ایشون همسر سابق شما هستن، به ایشون هیچ ربطی نداره. فعلی خانم، فعلی. آه فعلی. بله همینه دیگه، من کلن از مردایی که از زنشون میترسن و خندم میگیره. ببین قبلنم از این شوخی ها کردی، من بهت گفتم از این شوخی ها اصلا خوشم نمیاد. من اصلا شوخی نکردم. تو شوخی نکردی؟ نه. تو شوخی نکردی؟ نه. این به این دلیله که امثال تو هیچ توجهی به زندگی مشترک ندارن، به خاطر همین جرأت ازدواج کردن ندارن. خوش به حال شما که جرأت ازدواج کردن. من جرأت ندارم. آقایون. بله. چی؟ ادامه بدی. من جرأتشو ندارم. من تو زندگی اولا از این چیزا توی زندگی مشترک، ببین اصلا تو اسمتو گذاشتی دوست، تو همیشه انگشتو گذاشتی رو نقاط منفی زندگی من. بی خیال، ببخشید من معذرت میخوام از اینکه ناراحتت کردم. تو منو ناراحت کردی. تو داری به زندگی من حسادت میکنی. ناراحتت کردم. بعد بالاخره فهمیدی خیلی بد شد که من به زندگی تو دارم حسودی میکنم. همیشه آرزو دارم که خدا یه زنی بهم بده که ازش مثل موش ازش بترسم. ای آقای دکتر چه جالب، اصلا بهتون نمیاد. نه کنایه دارم میزنم خانم شیرزاد. آها ببخشید الان متوجه شدم. ادامه بدین. چی داشتم میگفتن؟ شما هیچی نمیگفتین. آقای دکتر داشتم به شما میگفتن که شما از زنتون میترسی، البته با کنایه. من صد بار بهت گفتم من از نازنین نمیترسم، من فقط بهش احترام میذاری. میدونم. آه اینم کنایه بود. بله خانم. راست خانم تو اسم خودتو گذاشتی دوست. باشه باشه، بازی تیم ملی فوتبال رو از تلویزیون نگاه میکنی، من بلیت ندارم. ببین خانم، به خاطر شما بلیت جایگاه مسابقه فوتبال رو از دست دادم. به چی میخندی؟ مگه کنایه نبود؟ واقعا که این دکترها رو دوشی شناخت.